الحمد لله، آيات القرآن بسيار روشن است. النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. زنان پیامبر مادران مؤمنان است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عدید من ایشان یک مطلبی رو مطرح کردن، گفتن من واقعا فکر میکردم این آقای هاشمی چی بارشه، آمده میگه که با ازواج و امهاتون یعنی چی؟ چون خداوند متعال گفته زنان پیغمبر مادران شما هست، خلاص دیگه. بزرگر با ازواج و امهاتون به معنای عصمت نیست، به معنای این نیست که عایشه کافر نمیشه، به معنای این نیست که عایشه گناه نمیکنه. تفسیر طبری جلد 19 صفحه 16 آقای طبری میگه یقول به حرمت و ادواج حرمت و امهات هم علیهم، حرمت ادواج پیغمبر مانند حرمات حرمت مادران شماست. در چه موردی؟ فی انهن یحرم علیهن نکاحهن من بعد وفاته، به خاطر ادی که فقط نمیتونید نگاه بکنید، هیچ چیز دیگه برای ثابت نیست. در کتاب غایت اصول آمده که مادران بر سه نوعن، یکی مادر کردش به دنیا میاد جمعی احکام برای ثابت است، مادر ندایی است که متوسط است بین اینها، و مادر و ازواج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که ولا یثبت الا تحریم النکاح، هیچ چی برای ثابت نیست الا تحریم النکاح. هر کدوم از اینا رو خاصی بگید که بعد اینطور نشان بدیم. این جواب عدی که گفتید و ازواج و امهاتهم، من توقع داشتم یک استدلال محکم داشته باشید، شما که اصلا آبرو رو بردید.